بهادری جهرومی سخنگوی دولت قبل از انتخابات و همینطور اوایل دولت ابراهیم رئیسی صحبتهایی رو درباره فیلترینگ این استیگرام انجام داد و میگفتش که اگه ابراهیم رئیسی رأی بیاره و رئیس جمهور ایران بشه، هیچ وقت دستش روی دکمه فیلترینگ نمیره و اینترنت رو محدود نخواهد کرد. ولی خب الان توی چند ماه اخیر شاهد فیلترینگ خیلی گسترده توی اپلیکیشن های مهمی مثل اینستاگرام و واتساپ بودیم و اینترنت هم به شدت محدود شده بود که همین باعث شدش که حسن آقامیری حمله شدیدی نسبت به این صحبت ها و صحبت های جدیدی که بهادری جهرومی انجام داده داشته باشه. با ما توی این ویدیو همراه باشید، هم صحبت های جدید بهادری جهرومی رو بهتون میگم، هم صحبت های حسن آقامیری رو میشنویم. تا پایان با ما باشید. سلام، چطورید رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. خب سخنگوی دولت آقای علی بهادری جهرومی اومدش صحبت‌های جدیدی رو درباره فیلترینگ این اینستاگرام و واتساپ انجام داد و گفتش که یادمون هست چه حرفایی رو درباره فیلترینگ و قطعی اینترنت زدیم و همچنان هم پای حرفمون هستیم. ولی خب این پلتفرم ها یه مقدار تخلف داشتن که باید به اونها رسیدگی بشه. این پلتفرم ها قواعد ما رو زیر پا گذاشتن و با انتشار برخی از کلیپ ها از جمله آموزش کوکتل مولوتوف اقدام علیه امنیت ملی رو گسترش دادن. برای همین حاکمیت باید اونها رو مدیریت کنه، اگرچه فیلترینگ هم موقتی هستش. بعد از این اظهارات عجیب سخنگوی دولت، حسن آقامیری نسبت به این صحبت‌ها واکنش نشون داد و خطاب به بهادری جهرومی گفت: جناب جهرومی، فیلترینگ ابزار کنترلیه. دولت شما قول داده بود از این وسیله استفاده نکنه. یعنی چی مجبور شدیم؟ برای مدیریت فضای مجازی و حقیقی صدها راه دیگه هست. البته الان وزیر ارتباطات هم میگه اصلا دست من نیست، شاید شما هم دقت ندارید. با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بمب اتم زدید وسط کسب و کارها و امید و آرزوهای میلیون‌ها ایرانی که با خون دل خوردن چندین سال زحمت کشیده بودن و تو این واویلای وضع موجود اقتصادی یا باریکه برای خودشون ساخته بودن. این رو هم یادم رفت بگم، ما ساختن کوکتل مولوتوف رو بلد بودیم. یادتون رفته هر سال ده فجر خاطرات همین کارها رو برای ما پخش میکردن. ولی کلن این حرفا بهانه است. مشکل اینه که شما درک درستی از وضعیت اقتصادی بخش بزرگی از جامعه ندارید. شما با فیلترینگ سفره ملت رو به باد دادید و متاسفانه با اصرار بی جهت روی این روش‌های اشتباه دارید کاری می‌کنید که دودش قطعاً اول توی چش خودتون میره. خب دوستان، این بودش صحبت‌های حسن آقامیری و حمله‌ای که به سخنگوی دولت انجام داده بود. خدایش هم حالا بهونه‌ها و حرفایی که سخنگوی دولت درباره قطعی اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام انجام میده واقعاً یه چیز بچگانه و غیر منطقیه. اگه واقعاً دلیل فیلتر کردن اینستاگرام آموزش‌های کوکتل مولوتوف بودش که الان تو هر سایتی بری آموزشاش چه به صورت ویدیویی چه به صورت متنی وجود داره، حتی تو همین سایت آپارات هم بگردی ده ها کلیپ آموزشی برای این مورد و حتی چیزهای خطرناکتر از این هم موجوده. نظر شما چیه دوستان؟ حتما نظرتون رو بر ما تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه‌ام یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.